به رویدادهای ورزشی خوش آمدید. فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین هرات به خاطر رشد رشته پاورلیفتینگ و همچنان شناسایی چهره‌های برتر مسابقات آماتور را بین 18 باشگاه این رشته ورزشی را اندازی نمودند. در این رقابت‌ها بیش از 150 مرد آهنین پرس سینه زدند و چهره‌های برتر به خاطر اشتراک در مسابقات ملی برگزیده شدند. فرهاد توحید گزارش می‌دهد. همه ساله فدراسیون پاورلیفتینگ هرات به خاطر آماده سازی مردان آهنین این ولایت در مسابقات ملی، مسابقات این رشته را به صورت اسکات پا، پرش سینه و لفت بین ورزشکاران این رشته ورزشی برگزار می کند. رقابت های این بار که به صورت پرش سینه برگزار شد، در آن بیش از 150 مرد آهنین آماتور و حرفه‌ای از 18 باشگاه اشتراک داشتند. هدف برگزاری رقابت مسابقات باشگاهی انتخاب چهره‌های برتر و به سبب تشویق کردن بچه های تازه کار آماتور های که اینا تشویق کنن که انشاءالله برای مسابقات بعدی با یک زحمت کشی بیشتر بشه و زحمت زیاد بکشن و به درجات بالاتر برن. وی میگوید تا سه هفته دیگر مسابقات پاورلیفتینگ در مرکز کشور برگزار خواهد شد و مردان آهنینی که در این رقابت ها به برتری رسیدن در آن اشتراک خواهند کرد. قرار است در مسابقات ملی 10 ملی پوش هراتی و کابل اعزام شد. از جمله خودم که تقریبا 250 کیلو راف زدم در این مسابقات و در مقام دیگر استاد هوشنگ افغان بودن که 220 کیلو در دسته 93 کیلو زدن که یک وزن خیلی بالایی زدن. مرتضی احمدیان بودن در این مسابقات که زدن و استاد عبدالخالق نجفی، عبدالرازق، استاد نورمد تجیک و استاد سفیلان شهرها برتر بودن که در این مسابقات انتخاب شدن. از جمله استاد رامین تلوار که واقعا وزن سنگینی زدن. طی چند سال گذشته رشته پاورلیفتینگ در هرات رشد چشمگیری نموده و توانسته علاقمندان زیادی را به خود جلب نماید. ورزشکاران پاورلیفتینگ هرات توانستند با امکانات ناچیزی که در دسترسشان قرار دارد در مسابقات ملی و بین المللی شرکت کنند و دستاوردهای شایانی را به کشورشان داشته باشند. چند پیش علیرضا رفیع‌زاده قوی ترین مرد کشور که در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ در شهر لاس وگاس آمریکا شرکت کرده بود توانست با مدال طلا این رقابت ها افتخار دیگری به کشور آورد.